سلام به روی ماه شما خوش اومدید به برنامه قربان شما داریم. من شما رو صدا میکنم قاضی مرزیه اشکال نداره؟ نه خیلی نه اشکال نداره نه از طرفی برای من قشنگ صدا تونم کنم قاضی مرزیه چون توی ایران چهل و سه ساله که زن نمیتونست قاضی بشه شما از کی شروع کردین از خودتون بگین تو افغانستان چجوری قاضی شدین؟ زمانی که من فکلتی شرایط خلاص کردم تقریبا فکر میکنم سی سال سی و پنج سال از این زمان میگذره وقتی که فکلته خلاص کردم یک سال کار کردم به بخش اداری و ریاست محکمه بغلان و بعد از او دوباره معرفی شدم به کورس قضا میگیم ما برای ترننگ می برای که میشن برای یک سال به خاطر از اینکه دوباره بعد از ترننگ شما قاضی میشن و بعد از او من قاضی شدم به ایسای رئیس دیوان مدنی و حقوق بغلان معرفی شدم آم، با کار آغاز کردم به محکمه پلخمری در جایزادگاه که در جایزادگاه هم در اونجا که تولد شده بودم الان چی با همکارانتون ارتباط دارین وقتی طالبان اومدن هم زنان توی افغانستان میخوام ببینم کسانی که همکارتون بودن چه اتفاقی برشون افتاد تاریخ شانزی اگست ما از دوستانم که امرای ما در کورس قضا بودن از اونها ایک صدای گرفتم به واتساب که زیاد شوکی بودن ایجانی دخل... بودن گریه می کردن ناله داشتن از شرایط از بخصوص که طالبا خلاف قانون حقوق بشر بندیخانه ها را رها کردند و تمام افراد که مجرم بودند اونها را البته یک آزادی عجیب و غریب دادن چون اونها دیگه یک نام قانون چیز نمشناسن و قضاعت زیاد یک ایراس عجیب داشتن نه تنها که قضات زن افغانستان قضات مرد در مجموع کسانه که در حقوق، مسائل حقوقی کار میکردن سرانوال ها ازای جنایی هم میگی بگر به خصوص قضات زن چون اونا شما بهتر میفهمین افغانستان یک مملکت است که میشه مردا قدرت زیادتر دارن یعنی هم, هم قاضی باشین و هم این مش... مشکلات سرتان بیاید. ما یک به بسیار کوچک برتون میکنم یک قاضی که امروز فرار کرد از افغانستان در یک منطقه زندگی میکنه بر ما گفت که هم طالبان در خانه امامت و ما امرای لفت فرار کردم امرای چهار اولادم رفتم در منزل پنج طالبان که از خانه ما بر آمدن بعد از اینکه خانه ما تلاشی کردن ما که پایین آمدم شورم آنچنان مرا کوبید آنچنان لد کرد گفت این چی بود که تو قاضی شدی حالا ما به خاطر تو از بین میرم شما فکر کنین که درد یک زن قاضی افغانستان چه قدر بزرگ است هم طالب دشمنش هم زندانی ها دشمنش هم گاهی بعض مردها یعنی شوارهایشان بعض شوارها دشمنشان حالا دیگه اونا او ماش و او سلایت و پاوره ندارن و کسان که مجرد هم هستن. اتفاقا قاضی مرزی نازنین یکی از سوالاتی که از شما داشتم همینه شما تجربه شخصیتون چطور بود یعنی اگه به ازتون بخوام یکی از خاطرات تلختون رو تو روزای که قضاوت میکردین اون موقع بگین بیشترش مواجهه با قوانین بود یا با افکار عمومی بود با مردم بود چه سختیایی داشتین به عنوان قاضی یک روزی در محکمه یک خانمه که پرابلم داشت البته اونا آم، آمدن در اتاق به امرای ما قسم میکردن من ازشان سوال کردم که چرا مثلا شما بر شاورتان خیانت کردین یا گویا چرا از خانه شاورتان فرار کردین و او بسیار با یک اصب، عصبانیت بر من گفت که خودت بسیار جوان هستی از دل من نمیه مثلا من بر 16 نفر نان تیار میکنم و حتی جای خواب منظم ندارم ما ما در افغانستان میگیم در پیش دگدان یعنی اون که مثلا یک جای بسیار غریبانه است که ما چیزا میپزه بازار در اطراف اونجا گفت ما میخوابم حتی من لحاف گاهی وقتا ندارم و خودت برای سوال میکنی من ایس یک زن که ما چرا کار انجام دادیم راست براتون بگویم اونمو خانه مگر یک خانم در نظر مردم یک خانم خراب بود مگر در نظر من رول مدل است در نظر من ما، هر چیز ما او است که مرا آگاه ساخت که ما من من اگر اد... خانم را کمک نکنم پس من هم در جرم شریک هستم و امی خانم باعث ازی شد که ما من یک انسان شدم یعنی فکر انسانی برم پیدا شد الان این روزها از دور وقتی نگاه میکنین میبینین که طالبان یکی یکی داره حق و حقوق زنان رو که تو 20 سال گذشته به دست آوردن ازشون پس میگیره چه حسی دارین ما اگر قد برتون بگیم و زیاد خوش هستم که امروز به زبان خود با شما صحبت میکنم ما بعد از تاریخ پانزی اگز دیگه هیچ خوشی در دل خود ندارم اصلا ات فکر میکنم ما در بین یک آتش هستم و همه چیز در بین آتش میبینم هیچ چیز زندگی بر من لذت نمیده شما فکر کنین که ما از صوبه که ما پیام میگیرم از غزنی، از بایراد، از بغلان، از هم اطراف افغانستان نه تنها از خوزات. از دیگر دخترای جوان که دست خواندن، فاکولته خواندن، امید برای داشتن شما قبول کنین که حتی بر ما فامیل ما تا خواهرم بر ما میگن که کاملا مرزیت تغییر کردی باور کنین ما بر روش یک تفنان در خانه خود پخته نمی یک قسم مگس یک قسم مویوسی عجیب برم پیدا شده راست برتن بگویم <applause> ما بسیار بد قسم همه چیز خود از دست دادیم این بر ما ساده نیست که یک خانه را که شما با زحمت می سازین و همچنان در نیمه شب را تمام چیزش از دست میدین اگر انسان ها عقل داشته باشن بر هر افغانه که ای درد کشیده او افغان می فهمه ما در سن چل سالگی انگلی افغانستان را رها کردم به این خاطر رها نکردم که ما باید می به انگلستان بدون از که ما انگلیسی بفهمم بدون از یک کوالیتی یک کوالیفیکیشن داشته باشم ما در یک مملکت بیایم که تنها به بیکس بیچاره بله من اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم شما ظاهرا خودتون چند بار تهدید به قتل شدین درسته بله 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 بله, بله. من اولین قاضی زن بودم که طالبان زمان که با به شهر پلخمری در سال 1997 مستقیم میفهمین در خانه ما و دروازه خانه را میده کردن شش هفت طالب امرای همو توفنگای خود خطرناک همو که دارن و همیشه خوارن هم برای ما میگن ما گریه میکنن میگه میکن هر دقیقه ما فکر میکنیم که می قضات زن اگه او دگالت بکشن اولادای از چی میکنن بر روزها خواره هم به ما میگن که مرزی اولاد ما با هیچ افغان نمیخواییم که تو طلب دخانش داخل شود و میفهمید ما در کوچه ما پس کوچه میگه مگر یک جای چتال که می که نال و پایپ و چیز نمی باشه باور میکنید ما تقریبا پنج سات کی در دا داخل خانه بودن ما در اونجا بودم تا زمانی که اینا از خانه برآمدن و بعد از اومد خانه رفتم او چیره خسته مادرم او چیره بیچاره خوارایم چیره بیچاره برادرم و در او زمان باز همه گی دشمنتان میشه نزدیکترین کس هم یک گپ او چرا قاضی شدی؟ او اردست تو متبا شدیم او چیره خسته فامیل ما او چیره خسته مادرم و ایج وقت فراموش نمیکنم ایج وقت و این روزها بسیاری از فعالان زن همین سرنوشت شما رو دارن خونه به خونه فرار میکنن فقط برای اینکه کشته نشن از چه کسی بیشتر از همه عصبانی هستین وقتی این خبر رو میشنویم من واقعا عصبانی زیادتر که هستم از کسانی که در دولت دولت دارای افغانستان بودن من واقعا من اصلا خوشبختانه که هیچ وقت مربوط به هیچ جزبه نبودیم همیشه بر درد مردم بر ما درد خودم بوده و خند من افغانستان با خون ما بازی کردن اما چیز از ما گرفتن اما خوشی از جوانای ما گرفتن اما پیشرفت ما را گرفتن مردم افغانستان هرگز نمی بخششان شما باور کنین که تاریخ اینا را هرگز نمی بخشم واقعا واقعا درد است واقعا فکر میکنید به لحاظ حقوقی چه راهی وجود داره که زنان و مردان افغانستان بتونن حقشون از طالبان پس بگیرن شما در جوریان هستیم که مثلا جنبش های مردمی آغاز شده مظاهرات جوریان داره و همه گی افغانایی که در خارج هستن افغانایی که از خارج تش... از افغانستان آمدن به خارج خانم خانمه های اکتفیس که هستن به امریکا تشریف دارن یا به انگلیس یا به هر جایی که هستن اونا همه گی صدا دارن برای ملل متحد برای جامعه جهانی که لطفاً حقوق مردم ما را حقوق جوان ها را حقوق خانم رو را برشان بتین. یعنی مبارزه جوریان داره این که مبارزه در کجا میگاشه ما کامیاب میشه یا ظلم کامیاب میشه اون فقط ما با وقت مجزاریم چه چیزی به شما امید میده؟ این روزا چه چیزایی نگاه میکنین؟ بهتون قدرت میدنی؟ یک ذره شما رو در واقع خوشبین میکنه به آینده افغانستان اول اینکه جوانای افغانستان جوانایی که زمانی که ما بودیم اون جوانان نیستن مثلا در سال که طالبا در خانه ما آمدن مثلا در پل خمری تمام مال ما را ضبط کردن و ما فرار کردیم به پاکستان او جوان او جوانا نیستند. ما به هم اگه پت میکردیم مگر آن جوان ها هر چیز از زیادتر کوشش میکنن که به میدیا بکشن جهان خبر کنند. یک وحدت عجیب در ما افغان وجود به وجود آمده درد میکنیم که ما درد داریم میخواهیم دردمند یک دیگه خود باشیم این واقعا برای زیاد امید میده قدر مرا امید میده که من شما اج بیان نمیتونم من میخواستم بپرسم که آیا شما فکر میکنید چیزی هست که ما زنای ایرانی از شما درس بگیریم و آیا چیزی هست که در واقع زنان افغانستان از آنچه بر زنان ایرانی رفته نگاه بکنن و چیزهایی برای یاد گرفتن از همدیگه داریم از دیدگاه شما خوشبختانه که ما و شما هم لسان هستیم هم دل هستیم و ما یاد،, ما یاد دارم که ما صنف نوی مکتب بودم مادر ما همیشه ایرانی بود به نام اطلاعات هفته یک چیزی بود می آوردن در خانه و ما همیشه شعرای زیر می و بعض سخنان بزرگان زیاد اون بود من اوت می همیشه پیش خود یادداشت می کردم و یگانه چیزی که زنان ایران و افغانستان و مثلا بعض مثل مملکت هند اینجا یک, را... یک, یک... یک... چیز شریک ما شما داریم درد شریکی داریم مثلا زنای ایران هم امروز مبارزه میکنن سال که مبارزه میکنن و قوت از اونا ما را قوت میبخشه حتی یک گروپ قوی از زنان ایران هم به نفع زنای افغانستان کار میکنن و ما تمام این مسئله در جولیان هستم و اونا ب... یعنی واقعا مثل یک خواهر مادر درد ما را در کردن چرا اونا او درد دارن درد ما و شما را یک جامعه سازه و واقعا ما شما مختیم که با یک دولت ظالمه که اونجا قرار داره خانم ها چه قسم استادگی میکنن و شما این شاید برای ما از ما بگیرین که ما وحدت ما تجدید شد و همه ما یک جا شده ایم. قبول دارم زنان, زنان افغان, افغان خیلی متحد هستند و چیزی که ما بعد از شما یاد بگیریم اتحادیه که بین زنان افغان وجود داره چه شباهتی بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینی؟ ما جمهوری اسلامی را که می بینم مثلا در بعض مسائل این های وجود داره در ایران ما دوستایی دارم در ایران زندگی میکنن یک قسم سیاست از اونا پیارشان قوی است اونا به شکل دانشمندانه میخواین که آزادی را نابود کرده برند و طالبا به شکل, شکل وحشیانه فرقی نمه است مگر آجنده یکی است از بین بردن آزادی زبان از بین بردن آزادی ما و مبارزه اردوی از اینا فقط علای زن است فقط زن دشمن از اینا است دیگه اینا دشمن ندارن دشمن زن که سواد داره زن که از خود استادگی میکنه خانم که برای خود احترام قائل است و میخواید که خود نان بته و فامیل خود نان بته فقط میخواین که ما برده باشیم و اینا باید بالای ما پادشاه باشن فقط فرقی است خیلی خیلی ممنونم از اینکه مهمان ما شدی به امید روزی که یا من شما رو دعوت کنم افغانستان نه اشتباه گفتم من شما رو دعوت کنم ایران شما ما رو دعوت کنین افغانستان هم دیگه رو بغل کنیم این رو ان شاء الله میایم به خاطر از اینکه کمی وحدت و محبت دیگه ما ان ما رو به هم میرسونه ان شاء روی ماهتون رو میبوسم رو شما. قربان شما تشکر از شما